با نام یاد خداوند بزرگ، سلام به شما محسنین گرامی، بیننده های محترم. اینک در 72 قسمت از درس طراحی گرافی قرار داریم. در اینجا موضوع درس ما روی بیتمپ هستند. ما چطور یک عکس بیتمپ میتونیم بسازیم؟ بعد وقتی که عکس بیتمپ ساختیم، چطور میتونیم از حالت ریستر به ویکتور تبدیل کنیم؟ پس میم روی این تصویر، این تصویر پورتریت خودم هست، میخواییم که روی ازی کار بکنیم. شما کوشش کنید وقتی که تصویر میگیرین در بیتمپ ساخته شده و او تصویر بسیار با کوالیتی بالا باشه که تیکه تیکه جدا گانه بتونه تبدیل شده. اول یه انتخاب میکنیم، وقتی که انتخاب کردیم کانورت تو بیتمپ، تبدیل کو به بیتمپ. 300 مگاپیکسل هسته اینجا بیتمپش ساخت. بیتمپ به چی که ما رو میخواییم که ترس بسازیم، مثلا ترس به تصویرهای شده. اینجا نگاه بکنید که دو صفحه آمده، یک صفحه صفحه اورجینال است، صفحه دیگر در حال کار است که چطور این عکس اورجینال مرا کانورت کنه به بیتمپ. یعنی این خودی عکسی که ما هستن پیکسل ریستر به این شکل میتونه که شما یک ساختار بده، حتی اما نمونه طرح اینا را اسکچ هایی که هست اینجا، مثلا در اینجا نگاه کنید شکل های مختلفی که ساخته میشه، از یک پورتری چطور یک اسکیچ قلمی گونه باشه. یک بار دیگر، یک مقدار زمانگیر هست اینا، هر از گاهی بخاطر کامپیوتر های ضعیف باشه یک مقدار کارورزش زمان میبره. به این شکل اگر این ما چیکار کنیم، این ما یعنی اکسپت بکنیم، اینجا چه شد؟ این تصویر داد، تصویر که داده شما میتونید تصویر جداگانه از رو به این شکل یک عکس دراوینگی ساخته شده از من. غیر از این ما میتونیم که این تصویر به بیتمپ های مختلف بسازیم، مثلا کانورت شد. اینجا بخش های دیگه داریم که بسیار خوب کانورت میکنه، مثلا ترس به شکل لاین آرت بگیره. اگر اینجا نگاه کنید لاین آرت اگر بگیره این شکلی میسازه، پلیدوار عکس ها رو جدا میکنه، گاهی به صورت خط گاهی به صورت پلید. این چیکار میشه؟ اینجا نگاه کنید شما، این تصویر ما به این شکل تبدیل کرده. هر از گاهی ما بخوایم که این تصویر خود اوکی بگیریم، اینجا چی میشه؟ شما نگاه کنید این تصویر پلیدوار جدا کرده. ما میتونیم که اینمی چهره از این استفاده بکنیم برای طراحی، برای نقاشی. مثلا این میتونیم که لباس دیگه برش استفاده کنیم. اینجا وقتی که انگروپ آبجکت انگروپ گرفتی، این چهره ماست، این آینه که ماست. هر از گاهی که شما بخواید روی یک آینه کار کنید، آینه جداگانه کار میشه، چهره کار کنید. یک مقدار زمانگیر هست که شما یک تصویر بخواید که تیکس از ویکتور ببخشید، هرگاه بخواید تصویر از ایمیج یا رستر به ویکتور تبدیل کنین، اینجا از قسمت بیتمپ استفاده میکنه. باز در اینجا بیتمپ که هستن، خوبیش هست که تمام تصاویرها رو به حالت اورجینال وقتی که دارین شما در این گزینه، شما با یک کلیک کردن این آجل به شکل ترس استفاده میشه. اینجا ترس های مختلف داره، مثلا میتونه به شکل لوگو ترس کنه، میشه به شکل کلیپ آرت. ما یک بار با کلیپ آرت ترس میتونیم که اگر این کلیپ آرت ترس کنه چه شکلی میشه. کلیپ آرت اومد به فایل های گفته میشه که تصاویرشون از رنگ های توناژ بلند، مثلا یک رنگ کاملا آبی هست، یک رنگ کاملا سبز است، یک رنگ کاملا زرد است. در این قسمت چرا مون آمد؟ مو به خاطر که پشت سر بک‌گراند هم داریم، با این حالت مو کمتر میه، به دلیل از که پشت سر سیاه است. اینا ما اگر تصویر ما قسمی باشه که بک‌گراندشان سفید باشه، اینجا یک تصویر خوبتر ما میتونیم که
بسازیم و ببینیم در جمع عکس های ما چنین عکسی داریم که با بک‌گراند سفید باشه که معمولا او را ترس بکنم، شما دقیق تر متوجه شدیم که ترس این گونه هستند. من یک پورتری اگر پیدا بیتونم که بک‌گراند سفید باشه، به احتمال زیاد ما بیتونم که ایره اگر ما کار بکنیم اینا یک مقدار راحت تر ترس میشن. این تصویر ما میم در قسمت ترس به شکلی کلیپ آرت ترس میکنم. اینجا تصویر بک‌گراند داره، چهره مویش هم هسته. این تصویر با بک‌گراند خود متفاوت هسته. اینجا هسته که موی این نفر کاملا واضح دیده میشه به این شکل. هر از گاهی که ما بخوایم ساختار را تغییر بتیم به این شکل میتونیم که همون مقدار شدت چرا کم بسازیم، زیاد بسازیم. این گونه هست. مثلا شما نگاه بکنید به یک حالت اینجا این شدت همون حالت کار نشان میده. ما مثل از این میتونیم که هر تصویر بیتمپ بریم. اینجا یک گزینه دیگه هم داریم به نام افکت. ما بعض تصاویر میخواییم که برش افکت بتیم، یعنی کلوز میکنیم. افکت اگر بیتیم اینجا افکت ها مختلف هستم. یک گزینه دیگه باید تذکر بدیم که بلک اند وایت، اگر ما بخوایم که تصویر به شکل بلک وایت بسازیم این گونه هسته. یک تصویر که خواستم سیاه سفید نشان بدم این شکلی میه. یا مثلا این تصویری که در اینجا هست اگر بلک اند وایت کنم نسبت به تصویری ما بهتر میتونه که یک بلک اند وایت شود، چرا که به خاطر پشت سرش سفید هسته. یک تصویر بلک اند وایت یک نفر هسته. خب در این قسمت ما وقتی که تصویر بلک اند وایت پس دوباره برگردان کردیم، مودهای مختلف داریم. میتونه از RGB کمک بگیره، مثلا از دونتون. مثلا یک وقت اگر ما تغییرات رنگی همون سایز ها رو بریم از اینجا تغییرات میریم. یک افکت دیگه که داریم قسمت افکت های مختلف از آرتستیک افکت هستن. میخوایم اگر 3D افکت بگیره، مثلا شما اینجا نگاه بکنید تصویر یه حالت هسته، اینجا یک حالت برجسته گرفته شده، یا مثلا یک رقم بلند آمده بود، یا مثلا در این قسمت آرتستیکی به این شکل اگر ما افکت بگیریم هم بالا میاد. مثلا شما میتونید پخشش بسازین، بالا بسازین، کش میشه عکس ها. دیگه افکت میتونه باشه در اینجا یک تصویر افکت بگیرم، یعنی قاب داده میشه، میتونه که یه از طرف چپ باشه، راست باشه، از پایین از طرف راست باشه، پایین از طرف چپ باشه. حتی این رنگ های از این هم قابلیت تغییر است. ما میخواییم که یک حالت زردگونه باشه و این پایینش سفید نباشه، مثلا یک رنگ دیگه باشه بک‌گراندش، مثلا به صورت که بک‌گراند نداره سفید گرفته شده. ما رنگ ها رو تغییرات آوردن میتونیم. این بود در قسمت افکت. حتی افکت هایی در اینجا که هستن میتونه پرسپکتیف بگیره، میتونه که یک مقدار حالت چی بگیره که در یک نقطه تمرکز پیدا میکنه یا از یک نقطه بیشتر میشه. مثلا شما اگر بگیرین این حالت برجستگی پیدا میکنه. یک لنز، یعنی لنز های مختلفی که هسته به این شکل. این قسمت در قسمت دیگه داریم آرت استروکس. اگر بخوایم که مثل رسامی گونه دیده شده، اینجا ببینید شکلی رسم گونه دیده میشه، میتونیم رنگ های از در تغییر بتیم یا میخواییم که یک افکت دیگه به شکل هنری بتیم. اینجا رنگ ها را تغییراتی که آورده میشه نگاه کنیم به تصویر، ما میتونیم یک رنگ دیگر انتخاب بکنیم که در اینجا حتی شدت های رنگ، تاریکی، روشنایی میتونه به شکل
رنگ پنسلی باشه، واتر کالر باشه، پنتن کالر باشه، اینا میتونه از تغییرات یا میتونیم که توسط قلم کار شده باشه، قلم رنگ یا نگاهنی که ما شما قبلا داشتیم، اینجا تصویر واضح تر روشن بیه که چه شکلی اینجا نوک قلم، نوک هر از گاهی که میخواید طراحی با نوک قلم بکنه به این شکل میه، یا از نقطه های زیاد یک تصویری که طراحی میکنه به این شکل. اینا یک مجموعه بود که از قسمت افکت هست. ما افکت برای ما اما ساختارها را تغییر میده چه شکلی باید باشه. مثلا اینجا ای افکت گزینه رو بگیریم، حالتی که اعمال میشه تصویر ببینید، تصویر اصلی با تصویر دوم تفاوت میه در پرویو. نقطه نقطه مثل که یک عکس بسیار با آیسوی بالا که گرفته میشه این حالت نقطه نقطه رو به خود میگیرم. قسمت دیگه بیت مپ که هست، ما اینجا گزینه های مختلفی داریم، از حالت هر کدام از اینا که شما استفاده میکنین غبار میسازه، پس دوباره اوورور داره برایت پس روشن میسازه. در اینجا ما پوستر کالر داریم، مثلا رنگ پوستر کالر به این شکل، مثلا خصوصا تباشر گونه که نقاشی بکرد کسی اینی میتونه که سایزش فرق بتنه یوشی درد چه در این تصویر به شکل کامره. کامره ها رو میتونیم که میتونه یک حالت متفاوت روشنتر واضح تر عکس دیده شود یا ممکنه تاریک تر. ما در این قسمت کالر ترانسفر میداریم که از رنگ ها چطور میتونه، یا مثلا بخوایم یک شکلی سیاه‌سفید گونه که بیاره خصوصا روی سنگ ها حق میکنه به این شکل، هر از گاهی که بخواه یک سنگ قبر جور کنه این میبره به این شکل جور میکنه، باز با ماشین میته اونا این حالت کار میکنه، یا این گونه اگر شما نگاه کنید به مراتب متوجه میشین به این شکل. ای از افکت ها هسته، ما افکت ها خیلی زیاد هست، صرف امروز به یک اکتفا میکنیم که یک چند نمونه اش رو به شما به معرفی میگیریم، ما بقیش شما با خودتان جستجو میکنید. این میخوای که عکس هایی به حالت کشگونه دیده شوم، مثلا شما در اینجا نگاه بکنید شما اما حرکت هایی که استفاده میشه در یک مقدار کشیده کشیده از یک طرف به طرف دیگه، آدم این حدس میزنه که یک شدت حرکت بسیار قوی در این بوده. اما رقم مثلا شما نگاه کنید اینجا سبک نقاشی های خاصی که به شکل پرداز داده میشه او شکل دیده میشه. اینجا ما باید هر عملی که انجام میدیم باید پس ریورس بهیم، او را برگردان کنیم، یعنی پاک کنیم که مورد بعدی سر از او که اعمال شد و بخی گت میخوره از پیش ما و شما. ما در اینجا میتونیم که یک حالت چرخش گونه را بیاریم. اینجا ببینید شما تصاویر حالت چرخ گونه، اگر شدتش بیشتر کنیم چرخش بیشتر بشه، اگر کم کنیم مثلا شما نگاه کنید به این حالت امی حالت چرخش گونه است. باز دیر اگر بیشتر کنی چرخش بیشتر دیدم شد، کم کنی حالت چرخش کمتر هستم. در این مجموعه یک دو سه مورد دیگه هم میخوانیم به دلیل از اینکه اینا صرف شما تلاش بکنید که ایره خودتان پیشتان کار کنید تا یک از او کارهایی که مورد پسند شماست هر از گاهی او را در کتابچه یادداشت بکنید، هر افکت با ما عمل کردش که هر افکت چی عمل کرد داره شما متوجه میشین که
این بخش کارایش در چی هستم. مثلا ما تصاویر هم میتونیم که به شکل رسامی میسازیم، پوستر کالر میسازیم، نقاشی آیل پینتینگ میسازیم، یا به شکل گرافیک پلیدوار خود ایمیج هم به ریستر ببخشید ایمیج و ریستر به ویکتور تبدیل کنیم یا به بیت مپ. اینجا این موارد بود که فقط خواستم به یک اشاره کوتاه بریزی باشه، یا هر از گاهی که یک تصویر شما میخواین که مثل که در سنگ قبر نوشته شده یا مدال ها جور میشه به اون شکل اینجا هست. این افکت آخرین افکت هست که من برای شما به معرفی میگرم. اینجا فقط تکسچر ها را میتونید که تغییر بتونید، مثلا برجسته بیه. اینجا نگاه کن تصاویر چرا خب برجسته آمده بیتر، مثل نوشته های برجسته، یا این شدت چرا بیشتر میسازیم که این حالت دیده میشه، و یا یک شکل دیگه از این برجسته را اگر تکسچر ما آمده نظر بگیریم. اینجا نگاه کن حالت های مختلف ازی هست که هر کدامشی یک عمل انجام میده، یک فعالیت نشان میده، ما با او بخواهیم که یک تصویر دیگر خلق کنیم. اینجا یک نمونهش دیگر اگر ما به شما بگیرم تصویر این شکلی دیده میشه. ما میتونیم که با اینمی حرکت ها سرعت تون اینایش هم تغییر آورده میتونیم شدتش این به شکل برجسته که پلاستیک از اون طرف کوبه میشه سرش به این شکل آورده. از اصول مندی شما در قسمت مینوی افکت تشکر و قدردانی میکنم. امیدوارم این درس برای شما مؤثر واقع شده باشن. شما بتونید که هر آن چیزی که میخواید طراحی بکنید افکت های مختلف استفاده کنید تا یکی از افکت ها مورد پسند شما بوده و در کارهای پروژه هنریتان مستفید شوید. Thank you.